چرا امام من حسین ابن علی نباشه؟ حسین ابن علی که اصلا و ابدا قصد جنگیدن و قصد تسلط و قصد تعدی و تجاوز نداشته. حسین ابن علی که مخالف با سلطنت بوده. آقا یه حرف زد، گفتن یه بیعت کن. نه بلیه نه همسین عمل دیگه نکرد، قیام نکرد علیه عزیز. نگو من باید ریشه فساد رو نمیم فتنه رو از دونم که نه بهش گفتن. نگو من میخوام سلطنت کنم، نگو من میخوام حکومت کنم، نگو من میخوام اسلام رو دین جدم. نه همون جای مدینه شد که من بیاد نمی کن. مردم کوفه بودن ازش تقاضا کردن، استدعا کردن که بابا بیا ما وضعمون خرابی، بیا ما رو اداره کن، ما نمیخوایم زیر بار ظلم بریم، ما میخوایم حق و عدالت بر ما حاکم باشه. خب مسلم و فرستاد یعنی راست میگن دروغ میگن بی خودی نره. اونم رفت و گزارش داد بله نامه ها آمد، رفراندوم کرد، به آرا عمومی مراجعه کرد. وقتی دید آرا عمومی ملت و مردم میخوان که او بره و اداره بکنه، یعنی معتقد به حاکمیت ملت بود، مخالف استبداد و موافق به حاکمیت ملت. اینا پیشوایی دیگه، اینا الگوه برای ما. ملت کوفه میخواد که این بیاد، نامه هم نوشته، کتبی هم هست، پیج هم فرستادن، سر و میام تا میرسه اونجا. هر رو از آیا بود قصونه چیزی هم رو خب اول هم اون انسانیت و فلان و کرامت و فضیلت و آب بشون بده فلان اینا میگه که آمدی شکار کنی، من به پای خودم نمیرم، شما مردم کوفه منو خواستید، خواستید که بیام اداره کنم کشورتون و ملتتون و قومتون. بر گفت نه من که نخواستم. خب این نامه ها اونم در هر حال این همه برگشتن چیزی کارم بخوره اگه اینا برگشتن منو برم بیاره این پیچ با چیزی دعوا نداره، نمیگه الا و الا نه باید سلطنت حکومت با من باشه. حکومت و سلطنت از آن ملت، از آن مردمه. مردم حالا ترسیدن، وحشت کردن یا پشیمون شدن، میگن نه ما میگن من برمیگردم. خیلی فرق داره ها. پیغمبران همونطور که همون دست پرورده های معاصرشون و بعدیشون و همونهایی که ارباب و روحان و روحبان و فلان بودن راه عوضی رفتن، کسانی هم که حسین حسین میگن و خودشون رو منکر سید و شهدا میدونن و به همه میگن که راه راه حسینه، راه برای خراب نمید. جدیت با استبدان، قبول آزادی و حاکمیت مردم. حالا نه نه دعوان نمیدون. و عمل تمام این شهادت، تمام این چی بود؟ دفاع از خود بود. اونا میگفتن نمیذاریم اون بر بریم، نه این بر بریم، نه اون بر بریم، هیچ راه نداری جز بیعت. نه اینه نمی کنم هی حاضر نزله درسته. حمله کردن اصلا خود شوزن و بچهش رو شبانه بکشن. خب ما مهلت بدی امشب عبادت خدا رو بکنم، فردا در خدمت شما هست. فردا هم رفت رجز خون صحبت کرد تمام اصحاب بابا دست بردارید فلان فلان. وقتی دست بر نداشت جنگ کرد کجا با سول کرد. اون وقت برای فرزند امام حسین دیگه نه اون وضع کوفه و فلان میسر بود و کربلا، نه اون وضع نه فلان، در تنگنای مطلق نه صداش میتونه، نه که با کسی صحبت کنه، نه کاری بکنه، نه فلان. بنابراین اون پیشوای ماسه در چنین شرایطی آیا باید رفت و عطب بوسی کرد، پاشون رو بوسید، گفت چشم فلان مصلحتی این است که من تمکین کنم، یا انتحار باید کرد، یا باید مأیوس شد؟ نه، عبادت خدا سید و سازدی. حالا در منبرم هر خواهی میزنی کار نداریم.